هر فردی از زمانی که متولد میشه دارای حق و حقوقی است و مهمترین و با ارزشترین این حقوق حق زندگی است. گاهی میشنویم که گفته میشه ما فقط زنده ایم و زندگی نمی کنیم. اینجاست که به اهمیت حق زندگی پی میبریم و یکی از ضروری ترین نیازهای آدمی دانستن حقوق خود برای زندگی است. باید بدونیم که تمامی افراد بشر آزاد متولد میشن و از لحاظ حیثیت، کرامت و حقوق با هم برابرند و هیچ تبعیضی نمیبایست از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری وجود داشته باشه. هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی داره و هیچ کس رو نباید در بردگی یا بندگی نگه داشت. هیچ کس نباید شکنجه بشه یا تحت مجازات یا رفتارهای ظالمانه قرار بگیره. همه در برابر قانون برابرند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار باشند. هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. هر شخص با برابری کامل حق داره که دعواش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی بشه. اصل بر بیگناهی افراده. بنابراین هر شخصی که به بزهی متهم شده باشه بیگناه محسوب میشه. نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت یا مکاتبات هیچ شخص مداخله خودسرانه صورت بگیره یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله بشه. هر شخصی حق داره در داخل هر کشور آزادانه رفت آمد بکنه و اقامتگاه خودش رو برگزینه و در سرنوشت کشورش با داشتن انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه سهیم باشه. هر فردی حق تشکیل خانواده با اختیار خودش رو داره و میبایست از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند باشه. هر شخص حق داره از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند بشه. هر شخصی حق داره از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت آمیز بهره‌مند بشه. هر شخصی حق داره کار کنه، کار خود رو آزادانه برگزینه، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار بشه و در برابر بیکاری حمایت بشه. هر شخصی حق داره که از آموزش و پرورش رایگان بهره‌مند بشه و صدها و هزاران حق دیگه که میبایست به آنها آگاه بود. از این پس قصد داریم در این ویدیوی کوتاه با بیان رویدادهای مهم اجتماع به حقوق اساسی افراد بپردازیم، حقوقی که مقدمه حق زندگی است. اگر نظر و پیشنهادی دارید یا پرونده مهمی وجود داره که نقص حق زندگی در اونها دیده میشه، با من از طریق ایمیل یا فیسبوک هم در تماس باشید. امید به این که همه ما از حق زندگی عادلانه برخوردار باشیم.